امروز تورتیای گندم میخوام درست بکنیم. لیست مواد برای 15 تا تورتیای کوچیک 30 گرمی رو براتون گذاشتم. دوستانی که توی ایران این رسیپی رو درست میکنن حتما به آب بیشتر احتیاج دارن. از یک قاشق چایخوری شروع کنید، آب ولرم اضافه بکنید. اگر هنوز خیلی خشک بود یه قاشق دیگه یا حتی دو قاشق دیگه اضافه بکنید. این خمیر نباید خیلی خشک باشه، نباید خیلی خیس باشه. همونطور که دیدید آرد و الک میکنیم، بعدم دیگه بیکینگ پودر و کره رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. آب داغ رو توی دو سه نوبت اضافه میکنیم و تون تون هم میزنیم و بعدش آب سرد رو اضافه میکنیم. دلیل اینکه آب داغ اضافه میکنیم اینه که یه مقداری توی بیشتر کردن گلوتن اثر داره و توی تورتیا گلوتن زیاد کمک میکنه که نون پاره نشه، مخصوصا توی درست کردن بوریتو که مقدار زیادی سس و رطوبت توی نونه، خب باعث میشه که شکلش رو حفظ کنه. وقتی همه چی رو با هم قاطی کردیم میاریم روی میز و شروع میکنیم به ورز دادن. همینجا اگر دیدید که خیلی خمیرتون خشکه و هر کاری میکنید مواد مخلوط نمیشن، با هم سریع یه قاشق چایخوری آب اضافه کنید یا حتی دو تا ولی به نوبت. اگر هم خمیرتون خیلی خیس بود یه مقدار کمی آرد اضافه بکنید. حدود 7 8 دقیقه باید این خمیر رو ورز بدین. حواستون باشه که موقع ورز دادن نمیخوایم خمیر رو از هم پاره بکنیم که گلوتنش حفظ بشه. در ضمن دوباره برای دوستانی که توی ایران درست میکنن ممکنه آردهای چندمنظوره هیچ وقت اون گلوتن لازم رو نداشته باشه. اگر دیدین خیلی نون نرمه میتونین از آرد نون استفاده بکنید. وقتی ورز دادن تموم شد خمیر رو دور دولای کیسه میپیچیم تا خشک نشه و میذاریم حداقل یک ساعت استراحت بکنه. من برای تورتیا سایز 30 گرمی در نظر گرفتم که 15 تا تورتیا کوچیک به ما میده. شما میتونین بر اساس کاری که میخواییم بکنین سایز بزرگتر درست بکنید. توی دستتون هر پورشن رو مثل یه بقچه شکل بدین، بعد کف دستتون یا حتی روی میز اونو به شکل گرد در بیارین و با کف دستتون یه فشار بدین تا به شکل دیسک در بیاد. بعد بذارین یه حداقل یه رو 20 دقیقه استراحت بکنه تا گلوتنش ریلکس بشه و بتونین راحت فرم بدین. برای اون پورشنه که وصل پینه شدن موقع وزن کردن بذارید با کف دستتون یه فشار بدین تا همشون با هم دوباره مخلوط شن و روی همون میز به شکل بغچه در بیارید و دوباره من اون مرحله رو تکرار کنید و گردش بکنید. حتما روی خمیراتون رو با یه کیسه یا با یه دستمال بپوشونید تا خشک نشه و بهتره بذارید یه مدتی استراحت بکنه. همون موقع میتونید رول کنید ولی کار یه ذره سخت میشه. برای باز کردن خمیر حتما دو طرفش رو آرد بزنید که به بردنه یا به میزتون نچسبه. سایزی که من خمیر رو باز میکنم یه دایره حدوداً 10 سانتیمتر یا 4 بند انگشته و مطمئن بشید که آرد اضافه رو از روی خمیرتون بزنید کنار با یه برس و بندازید توی یه ماهیتابه خیلی داغ بدون روغن و هر طرفش حدوداً 10-15 ثانیه طول میکشه. هر یه تورتیا که آماده میشه بذاریدش توی ظرف و حتما با یه دستمال تمیز یا یه حوله آشپزخونه تمیز اونا رو بپوشینید که خشک نشن. بسته به دمای یخچالتون این خمیر خام رو میتونین یک تا دو روز توی یخچالتون نگه دارین ولی کم کم بعد از اون شروع میکنه به سیاه شدن. برای اینکه تاکو درست بکنید میتونین از روز قبل نونتون رو خمیرش آماده بکنید و یه مرحله از کاراتون کم شه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.